بعد از ظهر روز سه‌شنبه 16 فروردین، جوانی 21 ساله از سنی‌های تندرو با چاقو به سه طلبه در حرم امام رضا علیه السلام حمله کرد. با وجودی که همگان بر این باور بودند اعتقاد و اندیشه شیعه کشی موجود در سر این سنی تندرو عامل تحریک کننده وی برای انجام چنین جنایتی علیه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده، اما مقام‌های ایرانی مانند همیشه به جای معرفی عامل واقعی جنایت، افکار عمومی را منحرف کردند و در اظهار نظرهای مختلف آمریکا، اسرائیل، استعمارگران، منافقان و استکبار جهانی را مقصر دانستند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، فردای روز عملیات مشهد طی اظهاراتی گفت که نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی بین مسلمانان و مردم کشورمان با همسایگان اختلاف بیندازند. با هدف بررسی بیشتر رفتار و موضع‌گیری های مقام های ایرانی در حوادث مختلف مشابه، گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی از تهران. سلام آقای دکتر، با توجه به اینکه شیعه کشی و کافر و مشرک دانستن شیعیان ریشه در کتب فتواها و باور قلبی سنی های تند رو دارد، آیا عملیات تروریستی حرم مطهر امام رضا علیه السلام آنگونه که مسئولی میگویند کار استکبار جهانی و اسرائیل بوده؟ با سلام خدمت شما و صدای من دارید؟ سلام سلام، بله آقای دکتر، بله خودم. بله بفرمایید دکتر. عرضم با سلام خدمت شما و بندگان سلام. عزیز، در قسمت نخست بایستی عرض کنم که اساساً بایستی بتونیم همه ترورها رو محکوم کنیم و تروریست خوب و بد نداشته باشیم. یعنی اگر میخواهیم ترور رو در حوزه دینی محکوم کنیم، باید ترور امیرالمومنین علی علیه السلام در محراب کوفه رو وقتی محکوم بکنیم، بتونیم ترورهایی که از مخالفان ما هم انجام شده اونها رو هم محکوم کنیم. یعنی فضا رو گونه داشته باشیم که مثلا خلیفه دوم اهل سنت هم اگر ترور شده از نظر ما محکوم است و ما بیام یک مزاری برای او درست کنیم. در داخل هم اگر تروریست هایی که مثل سازمان مجاهدین خلق بودن اگر محکوم است، فدایان اسلام قبل از انقلاب رو هم الگو نکنیم، یه خیابون به نام فدایان اسلام نذاریم، یه خیابون به نام قربانی اونها که ترور شده است از تمام دکتر حسین فاطمی. این مقدمه که همه تروریست ها از نظر ما محکوم است که ان اسلام قید الفتح، اسلام مانع ترور و قتل غافلگیران است. این رو اول مبنامون باشه بین شیعه و سنی که نباید این باشه. اما این تفکر سلفی در بین سلفی ها و بعد هم وهابیت و بعد هم تکفیری ها و داعش و القاعده و همه اینها، اینا وجود داره و جنایت زیاد کردن، داعش رو همه ما دیدیم. اما من میخوام بگم اساسا این تفکر از برگردیم 200 سال پیش که محمد ابن عبدالوهاب کتاب و توحید رو نوشت، در اون به ادنا ملابستی به بهانه کمترین بهانه ای فتوای قطع میده، مردم رو محدور و دم میکنه، چه شیعه و چه سنی، همه رو تکفیر میکنه و خونشون رو، مالشون رو و ناموسشون رو در واقع هدر میداند، مباه میداند. این تفکر در عالم اسلام جنایات زیادی به وجود آورده. عالم اسلام فراموش نمیکنه جنایات عبدالوهاب رو، محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود رو و بعد هم آل سعود رو، که در طول تاریخ اینها در این 200 سال جنایات زیادی کردن. شاخه های فرعی هم که از این تفکر سلفی به وجود آمده همین جنایات رو کرده. اما میخوام بگم اینها رو استعمار درست کرده، وهابیت ساخته یک فرقه ساخته استعماره، کما اینکه فرقه های دیگه هم همینطور ساختن. و ما بایستی هوشیار باشیم،
امروز هم میخوام آقای بگم دکتر اتفاقا خزعلی، من این رو از ناحیه همان لابی یهود میدونم که وهابیت رو ساخته و امروز هم یک جوانی رو با دید افراطی و تکفیری تهییج میکنه که بیاد یه همچین جنایتی رو در حریم رضوی انجام بده. آقای دکتر خزعلی، قدم اول محکوم کردن هر نوع ترور، قدم دوم مراقب باشیم استعمار استفاده نکنه از این حرکات بین شیعه و سنی اختلاف افکنی کنه. نمیخوام بگم ما اختلاف دیدگاه سیاسی و مذهبی نداریم، داریم، اما بنا نیست اختلافات رو به این روش حل کنیم. نه کوتاه میاییم در مواضع شیعی خودمون، در مواضع شیعه و مذهب حقه که تنها فرقه ناجی است، اما یا همچین دعوایی نداریم در مقابل استکبار و استعمار. انشالله متحد هستیم با هم. بله آقای دکتر، چرا همواره پروپاگاندای رسانه ایران برای سرپوش گذاشتن بر موضوعات مختلف به منحرف کردن افکار عمومی پردازه؟ ببینید، ما اینها رو که نمیتونیم توجیه کنیم، اینها بعضی موقع ها خودشون عامل این جنایات هستن که میخوان ازش بهره برداری کنن، افکار رو منحرف کنن، حتی اگر میخواهند سرکوب کنن این بهانه برای سرکوب باشه. حتی از نظر ما این منتفی نیست که حتی در درون حاکمیت، همون گونه که در درون وزارت اطلاعات کسانی قطعهای زنجیره رو انجام دادن یا کارهایی که کشیش ها رو کشتن، این جنایت از درون هم ممکنه عوامل بیگانه، نفوذی های بیگانه که تا رده بالای این حاکمیت نفوذ دارند و سری ترین اسناد رو با کامیون از اینجا میبرند، میتوانند یه همچین اختلافاتی رو دامن بزنند، ترور هم بکنند و این منتفی نیست. فردا میبینیم مثل قتل دانشمندان هسته‌ای آخری سر از خانه خودی در میآورند. این هم ممکنه مثل انفجار بم در حرم رضوی از خونه خود اینها و نفوذی های خود حاکمیت سر برآورد و اهداف دیگری داشته باشند و انحراف افکار عمومی رو بخواهند. این منتفی نیست. اما اگر هم در اونجا باشد، باز من میخوام بگم لابی استعمار و لابی یهود داره کار میکنه، حتی در رده اول و سران قوا اینها نفوذ داشتن. تشکر میکنم آقای دکتر. آقای دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی، با ما بودند.